سلام عرض میکنم حضور همه شما هموطنان عزیزم، مردم خوب و شریف ایران اسلامی. ماه بزرگ شعبان هم از راه رسید. این لحظه های بسیار بسیار نورانی و مبارک و خجسته ماه پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به وجود نازنینش و به خاندان پاک و مطهرش بهترین سلام و درود و صلوات رو تقدیم میکنیم. در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه های شبکه اول سیما، با آرزوی این که هر جا هستید شاداب باشید و سلامت و تندرست. همینک نوبت پخش دومین فیلم مستند آقای علی اکبر ولایتی، نامزد محترم ریاست جمهوری، به مدت 30 دقیقه میباشد. فیلمی که همکنون پخش خواهد شد به نام چشم‌ها منتظرند، به مدت 25 دقیقه و 40 ثانیه توسط ستاد انتخابات آقای علی اکبر ولایتی تولید شده است و صدا و سیما نقشی در تولید، محتوا و کاهش مدت زمان آن ندارد و چنانچه کیفیت برخی تصاویر آن پایین یا دوچار پرش است، مربوط به ستاد انتخابات آقای علی اکبر ولایتی می باشد. ایشان در رستم آباد تهران، حوالی اختیاریه امروز، یکی از روستاهای شمیدان به دنیا آمدند. ایشان تخصص اطفال داشتند در مرکز طبی کودکان دانشگاه تهران و فوق تخصص بیماری‌های عفونی از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا. چهره آشنا جناب آقای دکتر ولایتی. بنده بلافاصله بعد از اینکه دوره طب عمومی تموم شد، که این تیر ماه 1350، با فاصله کوتاهی شاید چند هفته رفتم امتحان تخصص دادم. همه جا میتونستم امتحان بدم، ولی من به خاطر اینکه خودم علاقه به بچه ها داشتم و مرحوم دکتر غریب هم استاد طب اطفال بود، این برای خودم یه فرصت میدونستم که در خدمت ایشون باشم، که هم معلم طب بود هم معلم اخلاق. بالاخره دکتر غریب منحصر به فرد بود، واقعا ما نظیرش رو در طب معاصر نداشتیم و نداریم. ولی من این همون علی اکبر ولایتی که تعریفش رو باید کرده بودم. گاهی میگفتن ایشون که آها من نمیدونم این مدرسه ها چقدر شاگرد اول داره. هر مادری بچه‌ش رو به من میاره میگه این شاگرد اوله. به ما میگفتش که یه دفعه با هم عبور میکردیم تو بخش، گفتش که این بچه‌هایی که روی تخت خوابیدن اونجا ثواب ریخته، شما از کنار اینا رد میشید با لبخند رد بشید، این بچه های مریضی که اینجا هستن. سلام بابا، یا الله خوبی؟ دماغت چی شده؟ شما میبینید که قبل از انتخاب شدن به ریاست جمهوری، ایشان در مساجد و محافل مذهبی حضور به هم میرسانیدند و تظاهر به مسلمان بودن میکردند. بعد از انتخاب شدن به ریاست جمهوری، رفتار ایشون در این زمینه در به خصوص این اواخر برعکس قبل از انتخاب شدن به ریاست جمهوری بود، یعنی کنار آمدن با ملحدین. رفتار ایشان در رابطه با موازین اسلامی، یعنی رفتار و سلوک غیر اسلامی،
یکی از بزرگترین اشکالاتی که به ایشون وارده ترویج اخلاق استکباری در جمهوری اسلامی بوده. یکی از اون مصادیق مورد خطاب این آیه شریفه ولا تمشی فی الارض مرحا بودن، یعنی با یک نخوت و تبختری حرکات و سکناتشون رو انجام میدادن که این از چشم هیچ کس پوشیده نیست. در زمینه جنگ همونطور که دیروز هم آقای خامنه‌ای در نماز جمعه اشاره کردن، 7 ماه قبل از جنگ عراق ایشون فرماندهی کل قوا رو داشتن و کم و بیش از چند ماه قبل همه میدونستیم که بالاخره عراق یه روزی حمله میکنه و نقطه مورد نظرش هم خوزستانه. اگه خاطرتون باشه در جلسه غیرعلنی مجلس هم سران ارتش اومدن قبل از شروع جنگ رو گفتن و آقای بنی‌صدر به عنوان فرمانده کل قوا مسئول تدارک ارتش بود. ایشون گفتن که 24 تا تانک در خوزستان داشتیم. بعد از 7 ماه که ایشون فرمانده کل قوا بودن 24 تا تانک باید در خوزستان داشته باشن. ایشان به جای اینکه موجب حفظ آبروی مملکت بشن، بیش از هر کس موجب از بین رفتن آبروی مملکت به خصوص در رابطه با کشورهای خارجی بودن. ایشون در متن مجموعه توطئه هایی بود که بر علیه حکومت جمهوری اسلامی میشد و اصلا وجود خود شما، خود آقای معین فر و دولت موقت 10 ماه بعد از انقلاب بر سر کارها این بود که روحانیت و این جنایی که مورد حمله شما هست، اینها انحصار طلب نیستن، اینها انقلابی که کرده بودند و در جلوی مردمی که در خیابان‌ها راه می‌افتادند و جلوی مسلسل‌ها می‌رفتند، به محض اینکه انقلاب به پیروزی رسید که دو دستی تقدیم شماها کرده بودند که این مبارزه رو مبارزه کور می‌دونستین و مبارزه سیاسی و ابقای شاه رو خواستار بودین، این انحصار طلبی است. بعد از اینکه 2 سال و اندی از انقلاب می‌گذره و آقای بنی صدر و اسلافشون نشون دادن که در اداره مملکت و جمهوری اسلامی بی‌کفایت هستند، حالا مردم قیام کردن و امام به خروش اومده که دیگه مانع از سقوط جمهوری اسلامی بشه. در جهت مسابقه تسلیحاتی هدر می رود که طبق گزارش کارشناسان سازمان خارجی می کردم دست انداخت یه تعدادی از این اوراق نطق من رو برداشت و پاره کرد و شروع کرد علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شعار دادن. خب خوبی از اعضای هیئت ما کپی نسخه من رو داشت، اون هم بلاواسطه سریع خودش به من رسوند، یه نسخه جدید از اون نسخه جلوی من گذاشت، من هم ورق زدم، من هم تمام صفحه به نظرم 10 بود اینطوری یادم و شروع کردم نسخه رو ادامه دادن و مامورین سازمان ملل هم اون فرد رو دستگیر کردن و بردنش بیرون. هر کسی میخواد سیاست ایران رو اداره کنه باید ایران رو بشت، و من نمیبینم کسی رو از بین کسانی که در زمره رقبای ما هستن و جز رفقای ما هستن تاریخ ایران رو اونطور که من میشستم بشنستم. و تا کسی تاریخ ندونه خوبه که تو سیاست کشورش به خصوص سیاست جامعهش که هم از سیاست خارجی و داخلی و فرهنگی و عرض کنم اقتصادی و اجتماعی و اینها هست، اگه شناخت نداشته باشه اونطور که باید خوب است که وارد این عرصه نشه، زیرا این عرصه قبل از هر چیز احتیاج به شناخت داره، احتیاج به آسیب شناسی داره. تا کسی شکل سالم حکومتداری رو ندانه و تا با شرایط بومی اینجا آشنا نباشه، تا با فراز و فرود تاریخ ایران آشنا نباشه، با ویژگی های مردممون از طریق مطالعات تاریخی میشود آشنا شد، تا با این آشنا نباشه وارد یه وادی میشه که ازش اطلاع درستی نداره و تا اطلاع درست و شناخت درستی نباشه راه حلی انسان نمیتونه برای درمان اون آسیب هایی که وجود داره ارائه بده. بنده که رفتم وزارت خارجه دیدم که در نوبت قبلی که غیر متحدها در کوبا بود و قبل از شروع جنگ در سال 58 قرار بود که میزبانی غیر متحدها در بغداد باشه، این در کوبا تصمیم گرفته شد. بعد که جنگ شروع شد برای ما خیلی سنگین بود که صدام به ما تجاوز کرده
به خاک ایران حمله کردیم، میزبان غیر متعهدها هم باشیم. من از شروع کردیم به سفر کردن و نامه نوشتن با این طرف و اون طرف، با اعضای غیر متعهدها تماس گرفتن که این درست نیست، این منافع غیر متعهدها نیست که به متجاوز جایزه بدن. این به خاک ما حمله کرده، به خاک یک کشور غیر متعهد حمله کرده و اینجا رو اشغال کرده و حالا شما میخواید میزبانی عدم تعهد رو به او بدید. ما با این مخالف. نامه نوشتم بنده به رئیس جمهور وقت آیت الله خامنه ای در تیر ماه 1361. نامه نوشتم که ما داریم فعالیت میکنیم که عراق میزبانی غیر متعهدها رو نداشته باشیم و ما هم میگیم که محیط ناامنه، یه کاری بکنید که یه حمله ای، یه کار هوایی صورت بگیره، اون محل عدم تعهد مورد تهدید قرار بگیره و این خبرش که پخش شد بالاخره کشورها حاضر نیستن به جایی بیان سفر بکنن که امنیت نداره. بعد از این نامه ما بود که در تدابیر جنگی این لحاظ شد و مرحوم شهید عباس دوران نقش بسیار اساسی داشت که خداوند رحمتش کنه. یعنی ببینید دیپلماسی اینه که شما از ظرفیت‌های موجود استفاده بکنید، استفاده بهینه بکنید. با یه همچین کاری که صورت گرفت، خب اونجا بمباران شد، بخشی از جنگ بود، ولی از این در جهت مقصود استفاده شد و آقای فیدل کاسترو بعد از نامنگاری ها و این تلاش هایی که شد قبول کرد که میزبانی در بغداد نماشه بره به دهلی. اگر صدام حسین میزبان عدم تعهد میشد، یعنی رئیس 104 کشور خاک ما را در اشغال داشت، هم به لحاظ سیاسی دست بالا داشت، هم حمایت منطقه ای اعراب مرتجع او داشت. چه مقدار به ما فشار می آورد صحنه بین المللی. از این جور کارها در طول جنگ متعدد انجام شد. پتنامه بود مربوط به تمامیت ارضی، پایان یه جنگ خانمان برانداز و با یه پروسه طولانی که شروع این مذاکرات، حالا اگر نه با عراق بلکه با اون کسانی که حامیان عراق بودند، واقعا جزء پیچیده ترین مذاکرات تاریخ سیاسی ایران بود. سخنی گزاف اینا در عرصه یعنی همه عرصه بین المللی گرفته بود، از سازمان ملل متحد، غیر متحد، تا کنفرانس اسلامی. عراقی‌ها می‌خواستن چیزی که جنگ به دست نیاورده بودن در مذاکرات سیاسی به دست بیارن. من مقاومت می‌کردم. طی این 5 دور مذاکره همین رو نشون داده و گواهان بی‌طرف و همچنین دبیرخانه سازمان ملل متحد این اراده سیاسی جمهوری اسلامی رو تایید میکنه، اما متاسفانه در طرف دیگر چون این عزمی برای اجرای قطعنامه 598 وجود نداره. علت این که هیئت عراقی تظاهر میکنه به قبول قطعنامه 598 یا داشتن اراده کافی برای اجرای اون، برای این است که تحت فشار جامعه بین المللی قرار نگیرد. بعضی در داخل فشار می آوردن و می گفتن که زودتر یه جوری تمومش کنید، یعنی به هر قیمتی میشه تمومش کنید. بنده در یک جلسه که بعضی از مسئولین بودن گفتم که من وثوق الدوله نیستم، یعنی همون کسی که قرارداد 1919 رو امضا کرد و ایران رو تحت حمایت انگلیس می‌خواست بذاره. در طول جنگ و مذاکرات صلح عملا با تصریح امام بنده در وزارت خارجه بودم و یه موقعی خدمت امام عرض کردم که اگر شما مصلحت بدانید مثلا حالا کسی دیگری باشه. امام فرمودن که تو اگر عوض بشی دنیا خواهند گفت که سیاست خارجی ایران عوض شده. سلام علیکم آقای شوارنسه. من اختیار کامل رو داشتم برای مذاکرات که هر جوری که مصلحت میدیدم کار مذاکرات رو مدیریت. خب در سال 67 حضرت امامی رو پذیرفتن و بنده مأمور شدم برم برای سازمان ملل متحد برای مذاکره و در اونجا عراقی ها دبه در آوردن. یه وقت من خبر شدم که منافقین از مرز حدود قصر شیرین حمله کردن تا اسلام‌آباد غرب اومدن، از اونجا رد شدن و الکسی که من دیدم نوشته بود که منافقین پشت دروازه‌های کرمانشاه هستن. من همچنین نشستم پای میز مذاکره که آقای و آقای پرزوکویار اولین کلمات مذاکره رو بگوییم، یه مرتبه این تلکس رو دادن دست من. حالا ببینید چه با
مشکلات روحی بر انسان پیدا میشه. کسی که میخواد حالا مذاکره بکنه راجع به تمامیت ارضی و مرز و قرارداد 75 و اروندرود و اینا، خب من بنده هم مسئول شده بودم برم و از سوی ملتی مذاکره بکنم که صدها هزار شهید و مجروح و اسیر داده بودن و حالا هم نشستن ببینن که ما چجوری حقوق اینها رو احقاق اینها رو میکنیم و چجوری قرار میذاریم که اسرا برگردن، خاکمون آزاد بشه. بعد با یه چنین پیمان شکنی که مواجه شدیم تازه اول مشکلات، یعنی مشکلات خودشون نشون داد. بالاخره این گفتگوها ادامه پیدا کرد و دو سال طول کشید. شاید نتوانم همه اون چیزهایی که در پشت صحنه انجام دادیم تا رسید به اینجا که آقای پرز و کویار در روزهای آخر مأموریت خودش در سازمان ملل متحد اعلام بکنه که صدام متجاوز بوده و 5 کشور عضو دائم شورای امنیت هم تایید بکنن، در حالی که هر 5 کشور در حمله عراق به ایران به عراق کمک میکردن، اینها تایید کردن که صدام متجاوز بوده. ببینید چه پیروزی و دستاورد بزرگی نصیب ایران شد. بعضی از اونها ویژگی خاص دارند، مثل وزارت خارجه که مسئولیت سفارتخانه ها را در خارج از کشور دارد. این جانب از ابتدای پیروزی به وزرای خارجه راجع به طاغوت زدگی سفارتخانه ها و تحول اونها به سفارتخانه های مناسب با جمهوری اسلامی توصیه هایی نمودم، لکن بعضی از آنان یا نخواستند یا نتوانستند عمل مثبتی انجام دهند و اکنون که 3 سال از پیروزی می گذرد، اگرچه وزیر خارجه کنونی اقدام به این امر نموده است و امید است با پشتکار و صرف وقت این امر مهم انجام گیرد و وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمانهای بعد آن است که مسئولیت شما بسیار زیاد است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه سفر وزیر امور خارجه کشورمان به عراق طی نامه‌ای خطاب به دکتر علی اکبر ولایتی از تلاش‌های وی و دیگر مسئولین این وزارتخانه در پیشرفت روند صلح با کشور عراق و همچنین نقش عالی رئیس جمهور صمیمانه تقدیر و تشکر کردند. متن نامه رهبر انقلاب اسلامی خطاب به دکتر ولایتی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر ولایتی وزیر محترم امور خارجه دامت تاییداتو، اکنون که جناب عالی پس از تو لازم می دانم در یکی از مقاطع حساس و خطیر تاریخ ایران به ملت و کشور خود خدمتی ماندگار و بزرگ کردند و دین خود را به اسلام و انقلاب ادا نمودند، ابراز نمایم و از همه آنان و از جناب عالی که با مدیریتی توان فرسا آن تلاش ها را هدایت نموده اید تشکر کنم. شونزده سالم بنده بیکار نبودم، یعنی سمتی که داشتم مشاورت مقام معظم رهبری در صحنه بین المللی بود. در جلساتی که جلسات مشورتی در رابطه با سیاست خارجی هست بنده شرکت میکنم و هیچ بیگانه نیستم و به روز هستم در راجب آنچه که در دنیا اتفاق میفته. مواردی که از بنده خواسته شده توسط مسئولین که کاری رو انجام بدم انجام دادم و تقریبا در همه اونها موفق بودم، ولی موقعی که از من خواسته نشده بنده حق ندارم دخالت بکنم در وظایف قانونی دیگران و فقط زمانی که از بنده خواسته شده که کاری رو انجام بدم که کمک بکنم به پیشرفت سیاست خارجی، بنده این کار رو کردم و میتونم عرض بکنم که در تمامی اونهایی که به من ارجاع شده موفق بودم. بنده این اذن رو داشتم که تا اونجایی که جا داره پیش برم و کار هسته‌ای رو تا اونجایی که میتونم کمک بکنم و این کار رو کردم و موفق هم بود و از یه جایی به بعد دیگه به عهده من نبود. شما دنیای امروز را مثل سابق حساب نکنید. دنیا نمیپذیرد از شما که شما در قصرهای خودتون بشینید و همه را زیر بار اذیت قرار بدید و زیر سلطه خودتون قرار بدید. ما صلح میخواهیم، ما با همه مردم دنیا صلح میخواهیم باشیم، ما میخواهیم مسالمت با همه دنیا داشته باشیم، ما میخواهیم در بین مردم دنیا زندگی بکنیم.
ببینید ما دیگه فرصت آزمون و خطا نداریم. اگه اول انقلاب بود قابل قبول بود، ولی حالا که 35 سال از انقلاب گذشته دیگه کسی از ما نمیپذیره که ما یه افرادی رو بیاریم که اینها هیچ تجربه‌ای ندارن، تخصصی ندارن، اونا رو به یه کاری بگماریم و بعد ببینیم هر چه اشتباهی کرد بگیم خب اول کارشه. امروز مردم از ما توقع دارن که افراد با تجربه و افراد متخصص رو که امتحان دادن و سرد و گرم چشیدن اونها رو به کار بگیریم. ملاحظه می‌کنید که در ادوار اخیر، در سنوات اخیر، بعضی از افراد متخصص متدین اینا خانه نشین شدن به صرف اختلاف سلیقه‌ای که با مسئولین دولت یا با رئیس دولت دارن. باید به خانه نشینی های متخصصین با تجربه که میتوانن در پیشبرد کشور کمک بکنن باید به این خاتمه بدیم و از وجود اونها استفاده بکنیم. ما نباید با ادبیات سخیف با مردم سخن بگیم، باید بیاموزیم که چگونه با ولی نعمت‌های خودمون سخن بگیم. این که بگوییم ما 2000 در جیب مردم میگذاریم یا نمیگذارن 2000 در جیب مردم بگذاریم ادبیات درستی نیست. ما سر سفره مردم نشستیم و مردم ولی نعمت ما هستن. انسان با ولی نعمتش اینطور سخن نمیگوید. ما در سیاست خارجی اولویت رو باید به کشورهای منطقه و همسایه‌ها بدیم. اگر قرار باشه در سیاست خارجی ما خدماتی رو برای منافع ملی در نظر داشته باشیم، در درجه اول موضوع حفظ امنیت ملی و تقویت امنیت ملی است و یکی از راه‌های حفظ امنیت ملی داشتن روابط خوب با همسایه‌هاست. همسایه‌داری هنره، حالا چه در روابط فردی و همسایگی خود انسان، چه در روابط کشورها که یک موضوع استراتژیک، یعنی مقدمش، قدم اولش تنش زدایی است اگر تنشی وجود داشته باشه. با فیلترینگ به این صورت غیر مدبرانه بنده مخالفم. دولت ما دولت فرهنگیه و بیش از این که به درمان بپردازیم باید به پیشگیری بپردازیم. تجربه نشون داده در هر موضوعی، در موضوع پزشکی، در موضوع اجتماعی، پیشگیری از درمان هم مؤثرتره هم کم هزینه تره. نباید با محدودیت‌های افراطی و بدفهمی‌های دینی شور و نشاط جوانی رو سرکوب کرد. من این رو با اطمینان عرض می‌کنم که ما می‌توانیم با دیپلماسی دقیق و مدبرانه در عین حفظ مقاومت، در حفظ ارزش‌ها و حقوق ملت ایران مشکل تحریم ها رو حل بکنیم، ضمن حفظ حقوق جمهوری اسلامی ایران در غنی سازی هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای. خوشبختانه ما این توان رو داریم، این تجربه رو داریم. تجربه ما در 598 همونطور که عرض کردم کاملا این رو نشون میده که این توانمندی در جمهوری اسلامی ایران وجود داره. بنابراین حفظ مقاومت مدبرانه و دیپلماسی کارگشا ما بتوانیم خودمون رو در این شطرنج حساس سیاسی که در جهان هست برنده بشیم، منتها این احتیاج به تدبیر داره و ایستادگی در کنار تدبیر. من میخوام از لفظ بحران یه مقداری پرهیز بکنم. بحران نه، ولی سخت‌تر شدن شرایط شاید لفظ مناسب‌تری باشه و دو علت داره: یکی تحولات سریع دنیا و سوی دیگر عدم درک این تحولات سریع از سوی بعضی از دولت مردان ما، و اگر این درک وجود نداشته باشه ما به خودمون مغرور میشیم، به خودمون مشغول میشیم و همین دعواهای داخلی که شما گاهی میبینید با کمال تأسف بین مسئولین که باید مشکلات مردم رو حل میکنن با هم یه دعوا میکنن، این خودش یک دلیلی است بر بیخبری از آنچه که در دنیا داره اتفاق میفته و در اطراف ما و در همسایگان ما داره اتفاق میفته و غفلت از اون جهتگیری چشمانداز 20 ساله که باید ما در سال 1404 به قدرت اول منطقه تبدیل بشیم. نکته دومی که فرمود که الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان، هر کسی بهتر میدونه که خودش چه کاره است و نمیتونه عذر بهانه‌ای بیاره. بالاخره اداره حکومت، اداره دولت، اداره قوه مجریه احتیاج به یک تجربه داره و احتیاج به یک شناخت داره، هم از داخل هم از خارج. بله، موقعی که بنده داوطلب میشم و میگویم و تلاش میکنم که من در این رقابت مشروع بشم رئیس جمهور، معنایی که درش نهفته است این است که خب اون بقیه کسانی هم که توسط شورای نگهبان تعیین شدن افراد با صلاحیت هستن و همه از دوستان ما هستن. اما بنده این قوت و این ظرفیت رو برای خودم بیش از بقیه قائلم و اگر کسی چنین ظرفیت هایی نداره خوب است که وارد این عرصه نشود، زیرا باز 4 سال دیگر ما اگر عقب بیفتیم باید عرض بکنم که عقب ماندگی اون به صورت تصاعد هندسی پیش میره. نمیشود بیش از این ملت رو و این کشور بسیار عظیم که عرض کردم قبلا مثل گوهر گرانبها میمونه، اینو ما اینطور معطلش نگه داریم و به چیزهای جزئی و فرعی سرگرم بشیم.
بله، موقعی که بنده عرض میکنم، یعنی اقدام میکنم به نام نویسی و میام و تلاشم میکنم که از بقیه جلو بیفتم، معلومه که برای خودم این ظرفیت رو بیشتر قائلم تا برای بقیه، ولی اینکه به همشون احترام میگذارم. کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، بی تو وجود من یک دم مباد، سایه تو از سر من کم مباد، سایه تو از سر من کم مباد. ای حب تو این من، دوستیت کیش من و دین من، ای وطن ای حب تو این من، دوستیت کیش من و دین من، دولت و اقبال تو پاینده باد، نام بلندت به جهان زنده باد، دولت و اقبال تو پاینده باد، نام بلندت به جهان زنده باد. لازم می‌دانم که از همه کسانی که از بنده حمایت کردن تشکر کنم، به ویژه از علمای اعلام، مراجع اعظام تقلید، علل خصوص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد که از این جانب حمایت کردند و بار سنگین مسئولیتی را بر دوشم نهادند تشکر کنم. Come on.